مصاحبه جدید امجد امینی پدر مهسا امینی درباره درگیری که با پزشکی قانونی داشته و پزشکی قانونی اونو تهدید کرده که هر چی دلش بخواد می نویسه. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومد. پدر مهسا امینی، امجد امینی یه مصاحبه جدیدی انجام داد و درباره زوایای پنهان ماجرا و اتفاقاتی که توی روز حادثه افتاده صحبت‌هایی رو انجام داد. امجد امینی درباره دروغ‌هایی که پزشکی قانونی توی صداسیما انجام داده و صحبت‌هایی که کرده بود و گفته بوده که هیچ آسیبی از نظر بدنی مهسا امینی نداشته و هیچ جای ضرب و شتمی روی بدنش نبوده. امجد امینی گفت من با پزشکی قانونی اونجا درگیر شدم. گفتم تو پزشکی، قسم خوردی، حقیقت رو بگو، خودت رو به خاطر پول نفروش. ولی اون منو از اتاقش بیرون کرد و گفت به تو مربوط نیست، ما هرچی دوست داشته باشیم توی گزارش می نویسیم. من حتی عکس اون دکتر رو هم گرفتم و الانم سعی کردم برای شما بفرستم ولی نشدش. حتی اونا به دروغ گفته بودن که مهسا توی محل کارش چندین بار بیهوش شده که این حرفا کاملا دروغه. دختر من کلن 2 ماه رفته سر کار. توی این 2 ماه هم هیچ اتفاقی نیفتاده. حتی یه گروهی چند روز پیش اومده بوده، اون پازاجی که دخترم کار میکرد و به همکاراش گفته بوده که این دختر اونجا میخواسته خودکشی بکنه و یه داستان براشون سرهم کرده بودن که اگه کسی مراجعه کرد این رو بهشون بگن. اگه واقعا دخترم تو محل کارش بیهوش شده، بالاخره یکی از همکاراش باید شاهد باشه، بیاد شهادت بده که دختر من تو این 2 ماهی که اونجا کار کرده بیهوش شده. امجد امینی هم درباره تهدید شدن خودش هم صحبت کرد، گفت تا الان کسی منو تهدید نکرده که صحبت نکن با رسانه‌ها، ولی خب من واقعا از این به بعد دیگه میترسم بخوام با جایی صحبت بکنم، میترسم که یه اتفاق بدتری بخواد بیفته. بریم با هم بخشایی از صحبت‌های امجد امینی پدر مهسا امینی رو بشنویم. پدر مهسا امینی روی خط تلفن با ماست. آقای امینی، تسلیت بهتون میگم از دست دادن دخترتون رو. خوش آمدید به برنامه. ابتدا میخوام بدونم که نظر شما راجع به این بیانیه چیه. میگن که پزشکی قانونی گفته که دختر شما کتک نخورده و در گذشته جراحی مغز کرده. خدمتتون عرض کنم، من خبرگزاری فارسم الان یه چند لحظاتی پیش ساعت 18:50 دقیقه بوده پخش کرده که مهسا امینی در پاساژ، یعنی محل کارش، چندین دفعه بیهوش شده است. این یه دروغه. اولا تمام مغازه‌ای که ایشون رفته کار میکنه همش 2 ماهه. این چندین دفعه چجوری پیش اومده که این بیهوش شده باشه؟ اونا اگر راست میگن یه نفر رو پیدا کنن تو همون پاساژ، تو همون بازار، یه نفر شاهد باشه بیاد بگه آقا این خانومه بیهوش شده باشه. اصلا چون چیزی ممکن نداره. همش 2 ماهه. تو این 2 ماه چجوری این بیهوش شده است؟ اینا همش دروغه. من اصلا هیچ کدومو تایید نمیکنم. بعد پزشک قانونی ما اون روز ما رفتیم اونجا جلوی در، هر چی اصرار کردم نذاشتن من برم داخلش که دخترمو ببینم، هر چی خواهش کردم نذاشتن برم. اون پزشک اونجا هم که اونجا جلوی در ایستاده بود، من عکسم ازش گرفتم، دارم عکسو میفرستم، ولی متاسفانه نمیشه، نمیتونم به هیچ عنوان بفرستم. اون دختر، اون پزشک هم میگفت آقا من راحت نمیدم و هر چی هم دلم میخواد مینویسم، به تو هیچ ربطی نداره. این حرفه، این جواب یه پزشکه. من حتی باهاش درگیر شدم، گفتم آقای دکتر شما قسم خوردی، سوگند خوردی، حداقل حقیقت رو بنویس، دروغ نگو، خودتو نفروش به خاطر پول. اینا رو بهش گفتم، حتی باهاش درگیر شدم، به هیچ عنوان نذاشت من برم تو. گفت هر چه دلم میخواد، هر چه بخوام مینویسم، به شما هیچ ربطی نداره. الانم اونی که واقعا میخوان بگن. اینا هیچ کدوم ادانو من تایید نمیکنم، به خدا همش دروغه، همش الکی دارن حرف درست میکنن برای دختر ما. آقای امینی، وقتی که شما جینا پیکرش رو تحویل گرفتید و بردید برای خاک سپاری، آیا تونستید ببینیدش؟ باز کردید صورتش رو ببینید که آیا سرش آسیب دیده یا نه؟ وقتی جنازه‌شو تحویل گرفتم، ما شستیمش. اینو داخل بیمارستان که من یه جوری پیچونده بودن، اصلا مشخص نمیشد، فقط صورتشو دیدم، پاهاشم دیدم، پاهاش همش کبود شده بود، یعنی هم پای چپ و هم راستش همش کبود شده بود. چندین بارم خواهش کردم آقا پزشکخانه بیاد اینو ببینه، برن ببینم چرا کبود شده پاهاش. گفتن هر یه ساعت میگفتن الان میاد. الانم که الان ما ندیدیم. اینا باز خودشون دارن دروغ میگن. صورت مهسا رو نتونستین ببینید؟ فقط صورت عادیش میخواستم میتونستم ببینم، ولی نه پشت سرش رو دیدم، نه این طرفاش و این طرفاش رو دیدم. همه رو یه جوری پوشونده بودن، اصلا مشخص نبود، هیچ جاشو نمیتونستی ببینی آیا واقعا هست یا نه. فقط پاهاش مشخص بود، پاهاشم که خودم به چشم خودم دیدم کبود شده بودن اینا.
آقای امینی چطور نگفتن که باید کالبد شکافی بشه مهسا قبل از اینکه به خاک سپرده بشه؟ چطوری میخوان تحقیق کنن بدون کالبد شکافی؟ کالبد شکافی کردن اون موقعی که فرستادن پزشک قانونی، من عرض نمی کنم، میگم خودم باهاش بودم ولی به هیچ ایمان نذاشتم من ببینم. هر چی اصرار کردم اصلا قبول نکردن، گفتن آقا ما خودمون میخوایم، هر چی بنویسیم به شما هیچ گونه ارتباطی نداره دیگه. اینو من اصلا ندیدم، نمیدونم چی کار کردن، نمیدونم چه برای به سرش آوردن. با اون دکترم حتی عکساشم گرفتم ازش، عکساشم گرفتم، گفت آقا به شما مربوطی نیست، من خودم مینویسم، تو چه کاری؟ بیرونم کردن، اصلا نذاشتم. صدا سیما اومده بود اونجا، حتی اونا رو هم نذاشتن برن تو. گفتن ما هر چی دلمون میخواد انجام میدیم. آقای امینی، خبرگزاری فارس و نور و تسنیم که سپاه نزدیکن به نقل از پزشکی قانونی گفتن که هیچ آثار ضرب و جرحی روی بدن مهسا دیده نشده و او در سال 86 جراحی مغز داشته. آیا جراحی کرده بوده مغزش؟ اینا دروغ میگن، برادر من، خواهر من، اینا دارن دروغ میگن. به خدا دختر من برای یه بیماری ساده بیمارستان نرفته، هیچ جایی نرفته. اونا دارن مثلا خبرگزاری فارس الان گفته محل کارش، همه محل کارش دو ماه بوده، دو ماه تو این دو ماه میگفت، گفته چندی بار بیهوش شده. از کجا بیشون؟ هیچ خبری را من تایید نمی کنم. آقای امینی، آیا به شما فشار میارن که صحبت نکنی؟ الان نه، نیومدن پیش من چیزی نگفتن. واقعیش اینه، با من چیزی کسی نیومده، هیچی نگفتن، ولی من خودم میترسم از خودم. آقای امینی، تصاویری که منتشر کردند این تلویزیون صدا و سیما نشون میداد که لباس ها، عده معتقدند لباس ها متفاوته. اون لباس چی پوشیده بود مهسا زمانی که گرفتن؟ خدا قسم، لباس همونی که تو تلویزیون خودشون هم نشون دادن، لباسش واقعا پوشیده بود. حتی اینم شنیدم چرا گفتن پوشاکش و مانتوشو عوض کرده. به خدا نه، مانتوشو عوض کردیم، همونی که بوده اول پوشیده همون بوده. حتی گفتن، شنیدم گفتن یه پارک نمیدونم تالخانی چیه اونجا رفته، اصلا پارک دیگه این نرفته، این از مترو که پیاده شده بعد دو سه دقیقه اونجا دستگیر شده، اصلا به پارک نرسیده. شما با کسای دیگه ای که توی همون ون پلیس بودن تونستین صحبت بکنین؟ میدونن که تو اون لحظه بازداشت توی ون چه اتفاقی افتاد؟ من اون موقع اونجا نبودم، اونایی که بیرون اومده بودن، پسرم اونجا بود، اونا اون خانم‌ها گفته بودن آقا ایشون رو داخل ون زدن، داخل پاسگاه زدن. فیلمی هم که من نشون دادن داخل، من اونجا یه فیلم کوتاهی بهم نشون دادن، همش سانسور شده، اصلا هیچ چیزی رو مشخص نمی‌کرد، اصلا معلوم نبود این فیلم از کجا درست شده. دو دقیقه فیلم قد. خب دوستان، این بودش صحبت‌های امجد امینی، پدر مهسا امینی. حتما نظرتون رو برامون راجع به این صحبت ها تو بخش کامنت ها بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه است رو تماشا کنید.